سلام و وقتتون بخیر بچه. اگه الو صدا و تصویر رو اگر بچه دارید لطفا یه پیغام بدید، کانفرمیشن بدید که من بدم صدا و تصویر اوکی هست که بتونیم وبینار رو شروع کنیم. علیرضای عزیز، امین، سعید، وقتتون بخیر، صبح شما هم بخیر. صدا و تصویر اوکی هست بچه؟ مرسی امین جان، مرسی امین، برای حمید و بقیه دوستا. خیلی خوب، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز جمعه، صبح جمعه خوبی رو شروع کرده باشید. امروز در مورد شمعهای هیکن آشی میخوایم صحبت کنیم، یکی از اون چارت هایی که بسیار بسیار مهمه، یک در واقع نوع، حالا چارت که نه، کندلستیکا یا بارها، حالا که نشون میده چارت شما رو، شمع‌ها، نوعی از شمع‌هایی که در واقع خیلی مهمه. من یه نکته رو قبل از که وبینار رو شروع کنیم عرض کنم خدمتتون، دو تا نکته البته. یکی اینکه اینترنت همچنان یه مقدار مشکل اینترنت داریم ما اینجا. اگر احیانا مشکلی پیش اومد وسط وبینار، یه لحظه قطع و وصل شد، این احتمال وجود داره که چند لحظه قطع و وصل بشه. مقدار مشکل اینترنت داریم و هنوز حل نکردن اینجا، من نمیدونم مشکلشون دقیقاً چیه. این در این مورد. در مورد دوم، بچه‌ای که برای بار اول از شرکت میکنن، بچه‌ها لطفا اگر سوالی دارید تون باکس سمت راستتون یا سمت چپتون، هر جایی که تنظیمتون تصویر تنظیم کردید، سوالتون رو لطفا کامل بنویسید بعد بفرستید که هم قاطی نشه با سوال دیگران. خیلی خوب، وبینار رو شروع کنیم. راه‌های ارتباط با ما رو webinars.ir@hotforex.com، ایمیل مستقیم بنده است اگر سوال مسائل فنی داشتید از طریق این ایمیل. ایمیل دوم iran@hotforex.com، ایمیل بخش فارسی هاتفارکس، یعنی شما تو زمینه واریزی و برداشتی و حسابا و اینا غیرتون اگر نیاز به کمک داشتید از طریق این ایمیل باید در ارتباط باشید. راه های ارتباط با ما، راه های دیگر میبینید، کانال تلگرام، آیدیا و غیره هم رو تصویر هست. این مطلب به عنوان یه پیام بازاریابی و با اطلاعات کلی فراهم شده و شامل تحقیق مستقلی برای سرمایه گذاری نیست. در این پیام بازاریابی هیچ توصیه برای سرمایه گذاری وجود ندارد و نباید چنین پیشفرضی وجود داشته باشد. همچنین خرید و فروش هیچ ابزار مالی نباید بر اساس این پیام صورت پذیرد. تمام اطلاعاتی که در این مطلب وجود دارد از منابع مشهور جمع‌آوری شده است. اطلاعاتی که از گذشته جمع‌آوری می‌شوند لزوماً شرایط آینده را نشان نخواهند داد. کاربران تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر سرمایه‌گذاری در مسائل تحریمی با درجه‌ای از ابهام درگیر است. همچنین این موضوع را هم تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر نوع سرمایه‌گذاری در این حوزه طبیعتی با ریسک بسیار بالا دارد و کاربران به تنهایی مسئولیت این ریسک را بر دوش دارند. فرض ما بر این است که در صورت سرمایه‌گذاری بر اساس اطلاعات آمده در این پیام، مسئولیتی برای ضررهای احتمالی متوجه ما نخواهد بود. این مطالب نباید بدون اجازه کتب قبلی توضیح و یا در جای دیگر مورد استفاده قرار داده شود یا واقع شود. اهورا چالکی هستم، برای دوستانی که بار اول شرکت میکنن، تجربه تجارت در بازار بورس جهانی و مشاوره مالی است در بیش از 8 کشور در کشورهای مختلف از سال 2006 تا الان، تحلیلگر بازار در شرکت هاتفارکس و بنیانگذار و مدیر عامل شرکت مشاوره ترید در بازار بورس به نام‌های زیرو اسپرد و ترید پروسکلز. اما امروز چی می‌خوایم در مورد چی می‌خوایم صحبت کنیم؟ امروز می‌خوایم در مورد شمع‌های هیکن‌آشی صحبت کنیم، اینکه بر چه مبنای کار می‌کنن، یعنی نوع محاسباتشون چطوریه، شمع‌های مختلف چه معنی دارن و چه استراتژی با این شمع‌ها بهتر مطابقت می‌کنه و در نهایت هم پرسش و پاسخ. این مطالبی که امروز در موردش صحبت می‌کنیم، من اینجا یه اسکرین شات گرفتم از USDJPY دلار ین. قسمت بالا، برای اینکه قبل از اینکه در مورد کناشه صحبت کنیم یه تصوری داشته باشید، قسمت بالا اینجا شمع‌های معمولیه، یعنی اون کندلستیک معمولی که شما تو تصویرتون می‌بینید، و پایین هیکناشیه. ببینید که حالا تفاوت‌هاش به چه صورته، تفاوت ظاهری که دارن به چه صورت می‌بینید که بدنه‌شون، دماشون، جایگاه محل قرار گرفتن دوم‌ها، اندازه بدن اینا با هم متفاوتن. این دلیلش اینه که نوع محاسبات اینها با هم فرق دارن، یعنی نوع بالاترین بالایی که حساب میشه، شروع و پایان این چیزها، شمع‌ها، متفاوت هست با اون چیزی که ما در شمع‌های معمولی می‌بینیم. به همین دلیلم امروز می‌خوام توضیح بدیم که اینا چی هستن، چطوری محاسبه میشن و چطوری میتونید استفاده کنید. یکی از اون نوع شمع‌هایی هستش که من شخصا بسیار بسیار دوست دارم. یه مورد بچه‌ها، من طبق عادتم، یه عادت شخصی هم هست، مثلا هم یه خورده تون تون صحبت می‌کنم. اگر فکر می‌کنید این تون بودن، در واقع سریع صحبت کردن، مانع از این میشه که مطالب درست بیان بشه، لطفا به من بگید که من سعی کنم آروم‌تر صحبت کنم، چون یه سری بچه‌ها
قاعدتا دوست دارن که مطالب تندتر سریعتر گفته بشه و زیاد روش وای نستیم. ببینید کدوم یکی براتون راحت تره، میخواید آرومتر بگم، نمیخواید با همین، اگر اوکی هستش که با همین سرعت پیش بریم. اما هیکناشی چیه؟ هیکناشی یا به معنی average bar، حالا من واقعیش اینه که نمیدونستم فارسی اینو باید چی بنویسم، برای همین کلمه انگلیسیش رو نوشتم که average bar. ببینید یک میانگین، در واقع میانگین شمعی، شمعهای به صورت میانگین نشان دهنده، یه همچین چیزی فکر کنم بشه به فارسی مثلا عنوانش رو گفت، average bar بهش میگن. این کلمه ژاپنیه، خیلی از میتونید ازش در معاملات مختلف به خصوص از هیکناشی برای کسایی که دو تا مورد رو خیلی، یعنی هیکناشی برای دو تا استراتژی بسیار پرکاربرده. یکی از اون استراتژی ها استراتژی روند، کسایی که بر اساس روند ترید میکنن، و نوع دو و پرکاربرد کاربرد دیگه‌اش بیشتر برای کسایی هم هستش که اسکالپینگ میکنن، یعنی بچه‌هایی که اسکالپینگ انجام میدن و بچه‌هایی که بر اساس روند معامله میکنن، معمولا از هیکناشی خیلی بیشتر استفاده میکنن و این خیلی پرکاربردتر هست بین استفاده کننده شمای هیکناشی. اما از ببینید بحث اینه که مثلا از هیکناشی به صورت کلی، حالا قدم به قدم بیشتر توضیح میدم، هیکناشی به صورت کلی میتونه به شما بگه که مثلا یه روند چقدر میتونه ادامه داشته باشه، همچنان ادامه داره یا نه، یا کی میتونه متوقف بشه و برگرده. و همین دلیل هم هستش، یعنی پرکاربردترین دلیلی که خیلی از هیکناشی استفاده میکنن در مقایسه با شمعهای معمولی، به این دلیل هستش که خود این شمع، یعنی شما در شمعهای معمولی باید بیاید مثلا میانگین حرکتی بذارید یا از شاخصهای دیگه استفاده کنید که بتونید روند رو تشخیص بدید. اما در شمعهای هیکناشی شما نیاز نیستش که حتما بیاید از میانگین حرکتی هم استفاده کنید، خود شمعها چون نوع طراحیشون، ببینید اینجا من نوشتم average bar هست، چون نوع طراحیشون، نوع محاسباتشون طوری هستش که از میانگین های حرکتی هم استفاده میشه، و همین دلیل نیازی دیگه نیست شما همراه شمعی هیکناشی بیاید از خطای میانگین حرکتی برای مشخص کردن روند استفاده کنید، و همین دلیل میان ازش استفاده میکنن واسه چی؟ واسه تعیین روند. این دلیل شاید اینه. از طرفی هم حالا خوبی شمعی کناشی چیه؟ خوبی شمعی کناشی اینه که شما اینو میتونید در همه رو چارت استفاده، یعنی در همه تایم فریم ها استفاده کنید. شما از تایم فریم یک دقیقه گرفته، 5-15، نیم ساعته، یک ساعته، دیلی، یعنی هیچ محدودیتی نداره و در همه این تایم فریم ها بسیار بسیار خوب جواب میده. در اصل که مثلا ما یه سری شاخص ها داریم، یه سری مسائل داریم که مثلا شاید مثلا در تایم فریم کوچیک بهتر جواب بده، در تایم فریم بزرگ خوب نباشه، یا برعکس. اما هیکناشی خوبیش اینه که در همه این تایم فریم ها میتونه به شما چیکار کنه، میتونه به شما راهنمایی درستی ارائه کنه. اما اجازه بدید اول از همه قبل از اینکه اصلا من در مورد حالا اینکه نحوه محاسبه شون صحبت کنم، اول از همه ببینم که فقط به من بگید که آیا شما بلدید، ببینم هستن کسایی که بلد نباشن، یعنی نشون بدم چطوری باید تنظیم کنیم روی چارت، یا نیازی نیستش تنظیماتش روی چارت رو چطوری بیارید رو چارتتون و غیره و اینا رو میدونید؟ کسی هست ندونه، یعنی من توضیح بدم اون قسمت رو یا نه؟ خب خیلی از بچه ها نمیدونن. خیلی خیلی باشه، توضیح میدم. ببینید من چون به خاطر اینکه اوکی، اجازه بدید بریم روی، من اینم از اونجا خارج بشم که خب این الان چارت چیه؟ این الان چارت طلاست. خب این الان چارت طلای ما اینو بیاریم این پایین. خب ببینید ما این چارت طلا الان این بر اساس شمای هیکناشیه. خب بذار من یه چیزی بیارم که شمع هیکناشی نداره، این هیکناشیه. خب این الان شمع معمولیه. خب این الان کندلستیک که معمولیه. الان ما اینو میخوایم شمع هیکناشی اینجا بیاریم، باید چیکار کنیم؟ اول از همه اینجا شما باید برید، ببینید شما هم توی متاترید 4 هم تو متاترید 5 هیکناشی اینجا هستش توی متاتریدتون. باید برید پیدا کنید. حالا اگه ما پیدا کردیم، من همیشه وقتی دنبال یه چیزی میگردم این مشکل رو دارم.
خب یا از این اینجا چیستره؟ هیکناشی ما اینجا کجاست؟ هیکناشی. خب از این قسمت اینسرت حالا یا از اون طرف پیدا کنید من دقیقا الان. خب اینجا هیکناشی، قبل از این هیکناشی رو ما الان داریم، اما قبل از اینکه این هیکناشی رو بیاریم روی چارت ما باید یه کاری چکار کنیم، چون اگر ببینید الان مثلا اگه من هیکناشی دارم اینجا با این قبلی قاطی میشه، خب برای اینکه با این قبلی قاطی نشه قبل از اون بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که یعنی قبل از یا همزمان شما پس ببینید میتونید دو تا کار بکنید، میتونید قبلش یه کار ببینید میتونید اول هیکناشی رو اینطوری بیارید، یا اینکه قبل از اینکه هیکناشی رو روی چارتتون بیارید یعنی روی چارت بیارید باید چیکار کنید؟ این شمای قبلی رو و اینکه دو تاشم روی هم میافتن شما باید بیارید این شمای قبلی رو اینا هم رنگ زمینه کنید که وقتی هیکناشی رو میارید دیگه دیده نشه. اینا رو بذار من هم رنگ زمینه کنم، یعنی شما همه زمینتون اگه سفیده سفید کنید، اگر سیاه یا هر رنگی هست شمع ها رو هم رنگ چیکار کنید؟ این شمع ها رو هم رنگ زمینه کنید. اینا رو که همراه زمینه کردید الان دیگه اینجا شما این شمعی دیده نمیشونید که الان اینجا دیگه شمعی نیستش. حالا برای اینکه حالا شمعای هیکناشی رو بیاریم الان دیگه راحت تر میشه، ما اینجا میریم روی شمع اندیکیتورها شاخص های فنی و هیکناشی رو وارد میکنیم. خب حالا شما اینجا میتونید رنگ بدید، رنگش مثلا سعودی ببینید الان اینجا مثلا رنگ آبی میتونه رنگ الان اینجا حالا تو تنظیمات این رنگ آبی رنگ سعودیه، ما اینو مثلا میکنیمش چه رنگ مثلا سفید میکنیم ما، یا مثلا سبزش کنیم مثلا سعودی سبز، الان سعودی شد سبز، نزولی شد قرمز، یعنی رنگای سبز میشه شمای سعودیمون، رنگای قرمز میشه شمای نزولیمون. این تنظیماتش، یعنی به همین سادگی چیز خاصی هم نداره، به همین سادگی شما میتونید شمای هیکناشی رو بیارید روی اینا رو همه رو اضافه رو پاک کنم خطوط اضافه. خیلی ببین الان این الان شما دلار ین شما الان شم اینطوری الان ما شمع هیکناشی رو آوردیم، شما اینو میتونید در همه تایم فریم ها استفاده کنید، یعنی هیچ محدودیتی نداره، در همه تایم فریم ها این شمع ها قابل استفاده است. مثلا الان میگه که در تایم فریم 1 دقیقه روند سعودیه، در تایم فریم 5 دقیقه روند سعودیه، حالا دلیلش رو میگم چرا ما میگیم روند سعودیه، در تایم فریم 15 دقیقه مشخص نیست، در تایم فریم 30 دقیقه مشخص نیست، در تایم فریم 1 ساعته روند داره هر عوض شدنه، در تایم فریم 4 ساعته روند هنوز تصمیمی نگرفته، در تایم فریم روزانه روند در حال تغییر موقعیتش هست، احتمال تغییر روند هست، در تایم فریم هفتگی روند نزولیه، در تایم فریم ماهانه روند نزولیه. این چیزیه که ما مثلا از تایم فریم های در تایم فریم های مختلف میشه استفاده کرد. یعنی من این مثال زدم صرفا برای اینکه بگم که شما ببینید که اولش که چطوری اینو باید شما بیارید رو چارتتون، به این صورت شما میتونید بیارید رو چارتتون، به همین سادگی راحت روی چارت میاد و در همه تایم فریم ها هم قابل استفاده است. این نحوه روی چارت آوردن و تنظیماتش رو اوکی بود، متوجه شدید؟ چیز خاصی که نداره که. اگه تو این سوالی دارید بگید تا بعد بریم روی چیز، تا بعد بریم روی اینکه اینا حالا چطوری استفاده میشن و هر کدوم چه. خیلی خوب اوکی. خب حالا پس بریم روی این که اینا چطوری استفاده میشن. محاسباتش الان میگم آقای امین، محاسباتش الان میگم این که چطوری چطوری میتونید رو چارت برش دارین، چطوری اینطوری به همین صورت آورد مثل همه شاخصهای دیگه. میرید وقتی میخواد از رو چارتتون حذف کنید میرید روی چیز بخش ایندیکیتورها، چون به عنوان یک شاخصه فنی معمولا تو چارتای تو متا ترید هستش، روش کلیک میکنید و حذفش میکنید، به همین سادگی روش کلیک کنید دیلت بزنید، یعنی دیلت بزنید این دیگه حذف میشه و پیچی تموم شد رفت، به همین سادگی. حالا شما اگه بخواید دوباره بیاید این رو چارتتون، دوباره رو بخش ایندیکیتورها میرید و هیکناشی رو میرید روی چارتتون. حالا ما اینجا دوباره اینو حالا فرق نمیکنه. خب این نحوه آوردن روی چارت، اما اینا حالا کدوم هر کدوم از اینا چه معنی دارن؟ اجازه بدید بریم روی معنی اینها و محاسباتشون، اینا اصلا چطوری حساب میشن. اولش که خب اینو گفتیم اینجا نحوه محاسبش. ببینید بچه‌ها
ما توی شمع های چیز، توی شمع های معمولی، من اینجا مدادم بیارم، توی شمع های معمولی رنگش اوکی. خب ببینید، توی شمع های معمولی ما وقتی یک شمع نزولی داریم، مثلا این شمع نزولی ما، ما یه شمع داریم، مثلا این شمع نزولیه، این دوم بالا، این دوم پایین. در شمع معمولی اینا هر کدوم چه معنی میدن؟ در شمع معمولی معنی اینا هر کدوم، این دوم بالا اینجا، این میشه هایست های، بالاترین سطح. این میشه پایین ترین نقطه. یعنی در مثلا اگر در تایم فریم مثلا یک ساعته هست، مثلا ما در تایم فریم یک ساعته هستیم، این یعنی چی؟ معنیش اینه که این شمع تغییرات قیمت رو در اون بازه یک ساعته نشون میده. حالا در بازه یک ساعته این بالاترین دوم بالاترین نقطه دو، این شمع معمولی ها، این هیچ ناشی نیست، این شمع معمولی، این دوم بالا بالاترین نقطه است، دوم پایین پایین ترین نقطه است. این قیمت، این سطح بالای کندل، چون شمع نزولیه، نزول یعنی پایین میره، یعنی چی پس؟ یعنی که اینجا شمعیه که باز شده، اوپن، این قیمت باز شده است. اینم اینه که در وقتی یک ساعت تموم شده در چه قیمتی تموم شده، اینم کلوزه، این اوپنه، این اوی ما شد شبیه مثلث. خب این اوپنه، این کلوز، یعنی این قیمت باز شده است، این قیمت بسته شده، این بالاترین قیمت، اینم پایین ترین قیمت. حالا اگه شمع سعودی باشه میشه عین همین، فقط این میشه باز شده، این میشه بسته شده، قیمتی که اون در اون مثلا در اون یک ساعت از کجا شروع شده در کجا تمام شده. اما این محاسبات برای شمعهای هیکناشی یه مقدار متفاوته. عدد باز شدن یا عدد بسته شدن، عدد بسته شدن مثلا این شمع هیکناشیه، ببینید این عدد بسته شدن، این شمع در این سطح بسته شدن، این الان نزولیه، چون این میشه بسته شدن، این میشه باز، این میشه سطح بسته شده. اما سطح باز، سطحی که باز شده یا سطحی که بسته شده در شمع معمولی بر اساس اون تایمه، یعنی در مثلا رأس ساعت 11، مثلا ساعت 11 قیمت از اینجا شروع شده، اما در تایم فر، اما در یا مثلا رأس ساعت یک ساعت بعدش که میشه 12 قیمت در اینجا تموم شده. اما در چیز اینطوری نیست، در هیکناشی اینطوری نیست، قیمت باز و بسته شدن، ببین قیمت بسته شدن چه قیمتیه، میگه عددی که باز شده، یعنی عددی که در مثلا ساعت 11 عدد مثلا شروع شده روی 1100 یا 11 دو صفر فرقی نمیکنه، به علاوه عددی که بسته شده، خب به علاوه عددی که بسته شده، یعنی عددی که، چون ببینید تایم فریم توی چیز، نکته جالبی که اینه، نکته جالب اینه که شمع هیکناشی تا زمانی که اون تایم فریم خب چیز نشه، تایم فریم بسته نشه، کامل شمع شکل گرفته نیستش. حالا میشه نقطه‌ای که باز شده، به علاوه نقطه‌ای که عددی که باز شده، به علاوه عددی که بسته شده، به علاوه بالاترین قیمتی که در اون محدوده زمانی داشته، به علاوه پایین‌ترین قیمتی که در اون محدوده زمانی داشته، تقسیم بر 4. متوجه شدید؟ یعنی بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، عددی که باز شده با عددی که بسته شده، تقسیم بر 4، این میشه شمع بالا، این میشه سطح بالا شکل می‌گیره، ساعتی که شروع شده، بخش ساعتی که بسته شده، این قیمت بسته شدن، قیمتی که بسته میشه، پس میشه عددی که باز شده به علاوه عدد، این قیمتی که وقتی شمع چی میشه، تموم میشه، میشه عددی که باز شده به علاوه عددی که بسته شده، یعنی در اون ساعت مثلا ساعت 12 آخرین قیمت چند بوده، به علاوه بالاترین نقطه، به علاوه پایین ترین نقطه، تقسیم بر 4، این میشه سطح پایین. حالا عددی که بسته شده، حالا اگه شمع سعودی باشه این میشه سطح بالا، قیمت اینجا بسیده که شمع سعودی یا نزولی. عدد باز شدن، عددی که اگه شمع سعودی باشه این عدد بالایی، یا اگه شمع نزولی باشه عدد بالایی، اگه شمع سعود باشه این عدد پایینی. عددی که باز شده چیه؟ عددی که باز شده میشه عدد باز شد، یعنی سطح باز شدن شمع میشه عدد باز شدن شمع قبلی هیکناشی. پس عدد باز شده اینو اون دوستمون که پرسیده بودن که تا چند تا قبل رابطش با کندل قبلی چی پرسیده بود، امین از اطلاعات چند کندل قبل استفاده میکنه؟ از اطلاعات یک دونه کندل قبلش استفاده میکنه. اما چطوری استفاده میکنه؟ اینه که میگه که عدد باز شدن شمع قبلی، مثلا این که میخواد کنه، عدد باز شده قبلی چیه؟ اینه، این ساعت عدد باز شده قبلی، به علاوه عدد بسته شدن شمع قبلی هیکناشی، عدد بسته شده است،
یعنی باز شده و بسته شده رو با هم چکار میکنه؟ جمع میکنه، تقسیم بر دو. به همین دلیلم میبینید که این الان کجای اینه؟ دقیقا نصف اینه. این اگه خط بکشید میبینید که چیه؟ این وسط خط در من پایین تر کشیدم. این وسط این بالا پایینه. پس عددی که شمع هیکناشی باز میشه میشه وسط بدنه شمع قبلی. وسط میشه وسط عدد باز شدن، البته وسط بدنه نها. اینو حالا دقت کنید، مثلا میشه وسط عدد باز شدن شمع قبلی، بس میشه عدد باز عدد باز شدهش. چون میبینید که عددی که باز میشه قطعا حتما اون بدن یا پایین بسته، عدد بسته شدنه، عدد بسته شدن حتما به این معنی نیستش که اون میشه پایین ترین سطحش. پس عدد باز شدن به علاوه عدد بسته شدن، عدد باز شدن به علاوه عدد بسته شدن هیکناشی شمع قبلی تقسیم بر دو، این میشه عدد سطح بسته شده، سطحی که قیمت چی میشه باز میشه. یعنی وقتی قیمت میخواد شروع کنه از سطح باز شده و سطح بسته شده، عدد باز شده و عدد بسته شده شمع قبلی استفاده میکنه. حالا بالاترین سطح، یعنی ببینید تو شمع معمولی ما این بالاترین سطح، این دوم بالایی میشه بالاترین سطح و پایین دو میشه پایین ترین سطح. حالا اینجا بالاترین چیه؟ میشه بالاترین عدد. پس بالاترین یعنی بالاترین سطح میشه بالاترین عدد، بالاترین عدد شمع، نقطه باز شدن هیکناشی، نقطه بسته شدن هیکناشی، بالاترین رقم از عدد یاد شده. یعنی چی؟ یعنی نقطه‌ای که باز میشه بالاترین سطح، این سطح بالاترین سطح، اینجا این بالاترین سطح، میگه بین بالاترین عدد میگه اگه میگه بالاترین سطح میتونه بالاترین سطح شمع، بالاترین عدد میشه میتونه چی باشه؟ میشه بالاترین، بین بالاترین عدد شمع، بین نقطه باز شدن هیکناشی، بین نقطه بسته شدن، یکی از اینا هر کدوم که بالاترین عدد باشه اون میشه بالاترین سطح. پس اینجا الان مثلا ببینید، الان مثلا اینجا بالاترین سطح این شده، اما تو این شمع چرا بالاترین سطح دیگه دوم نداره؟ دلیلی که دوم نداره چیه؟ به خاطر اینکه با قیمتی که بسته شده، قیمتی که باز شده بالاتر از بالاترین عددش بوده. مثلا قیمت که باز شده رو 11.20 بوده، در صورتی که عددی که باز شده شاید مثلا بوده 10، بالاترین سطح اون زمان بوده 10.90، بالاترین سطحش بوده 10.90، اما عددی که باز شده رو 11.20 باز شده. بنابراین چون عدد باز شده، عدد نقطه بس باز شده، نقطه‌ای که باز شده هیکناشی، چون عددی که باز شده بالاتر از بالاترین سطح بوده، بنابراین سطح بالای سطح هیکناشی چی میشه؟ میشه اینجا دیگه دوم نداره. به همین دلیل هم این شمع هیکناشی میتونن دوم نداشته باشن. به این صورت این میشه، البته شمع چیز هم میتونه، شمع معمولی هم میتونه دوم نداشته باشه، اما شمع معمولی در صورتی دوم نداره که بس بالاترین قیمت با قیمت بسته شده برابر باشه، یا پایین ترین قیمت با قیمت باز شده مثلا برابر باشه. اما در عدد، اما در شمع هیکناشی بالاترین سطح یک شمع، بالاترین سطح شمع دیگه حتما قاعدتا به معنی حتما اون دومش نیست. بالاترین سطح شمع بین بالاترین عددی که در اون بازه زمانی داشته، بین نقطه باز شدن هیکناشی و نقطه بسته شدن هیکناشی، بین اینا هر کدوم که بیشتر باشه، بالاترین عدد باشه، میشه بالاترین سطح این شمع. حالا دقیقا برعکسش میشه پایین ترین سطح شمع. یعنی پایین ترین سطح شمع هیکناشی ما هم کجا هست؟ پایین ترین سطح هم جاییه که بین در واقع پایین ترین عدد، بین پایین ترین عدد، بین نقطه بسته شده و بین نقطه باز شده، هر کدوم که پایین تر باشه اون میشه پایین ترین سطح دو بسته، پایین ترین سطحیه که نشون میده به عنوان چی؟ به عنوان پایین ترین سطح شمع. این فرمول و نحوه محاسبش، امیدوارم که شفاف بوده باشه. اوکی بود این؟ اگه اوکی بود بریم مرحله بعد. این اوکی بود؟ اوکی. خیلی خوب. سوالی که ندارین تو این. پس ما بالاترین سطح، پایین ترین سطح متوجه شدیم که بالاترین سطح چیه، یعنی نحوه محاسبات. پس تا الان چی رو متوجه شدیم؟ یه مرور کنیم تا الان. لازم شده پرکاربردترین استفادهش چیه؟ پرکاربردترین استفادهش بحث اینجا مشخص کردیم، بحث
پرکاربردترینش بحث روند هاست. از چون برای به خاطر اینکه هر بالاترین سطحش پایین ترین سطح شما هر چیزی رو میخواییم محاسبه کنین باید حتما ای بابا ما الو خب بذار تست 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 خب کامپیوتر که تست رو نرمال نشون میده صدا درست شد اوکی شد خیلی خب صدا اوکی شد کیفیت خوبه مشکلی نداره خیلی خب اوکی پس ما تا اینجا چی رو متوجه شدیم؟ تا اینجا پس من تا اینجا متوجه شدیم که من داشتم یه مرور میکردم خب که نوشتن صدا قطع شد من داشتم یه مرور میکردم مرور که کردم گفتم تا اینجا خود مرور کنیم تا اینجا ما متوجه شدیم که شمع ایکناشی چیه متوجه شدیم که کاربرد شمع ایکناشی برای چه چیزی یعنی کاربردش بیشتر برای میان به خاطر اینکه میانگین در محاسباتش از میانگین ها استفاده میکنه به همین دلیل بهش میگن اوریج به همین دلیل بهش میگن اوریج بار با شمع یکی از میانگین ها زیاد استفاده میکنه و چون از میانگین های حرکتی از میانگین ها استفاده میکنه یه جورایی تقریبا تو فرمولش یه جورایی بخشایی از فرمول میانگین حرکتی هم داره به همین دلیل برای تشخیص روند خیلی خوب استفاده میشه و یکی از پرکاربردترینش تشخیص رونده بعد صحبت کردیم گفتیم به خاطر اینکه اینا رو خوب انجام میده و نشون میده که تا کی مثلا قیمت میتونه ادامه داشته باشه اگر روند صعودیه تا کی میتونه ادامه داشته باشه اگر روند نزولیه تا کی میتونه ادامه داشته باشه به همین دلیل چون اینو داره و در همه تایم فریم ها هم قابل استفاده است به خصوص برای تایم فریم های کوچیک هم قابل استفاده هست به همین دلیل خیلی از اسکالپر ها هم از این استفاده میکنن یعنی خیلی هم پس دو تا کاربرد مهمش یکی در اسکالپینگ هست یکیش در چیه یکیش در تشخیص روند یعنی برای دو نوع تریدرهایی که اسکالپ میکنن یا تریدرهایی که روند بر اساس روند معامله میکنن روند خوبیه نحوه محاسباتش رو براتون توضیح دادیم و اینکه چطوری شما باید اینو بیارید توی چارت حالا ببینید اینها هر کدوم از این شمع ها یک معنی دارن یعنی وقتی شما میخوان ببینیم که شمع های ایکناشی چطوری هستن هر کدوم از اینا برای ما یه معنی دارن کندل سعودی بدون دم یعنی اونایی که سعودیه به دم نداره خب ببینید بذار من رو چارت بذار بدید حالا بعدا شما این پی دی افش رو میتونید بخونید دیگه بذار من رو چارت بگم بهتره پی دی افش رو بعدا میتونید توضیحات رو بخونید ببینید الان اینجا ما اینو بزرگش کنیم خب ببینید الان اینجا وقتی که مثلا شما وقتی میبینید که کندلیه که سعودیه خب کندل سعودی که دوم نداره مثل این کندلی که سعودی دوم نداره معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون روند یعنی ادامه یعنی قیمت افزایش قیمت یا کاهش قیمت همچنان چی داره؟ ادامه داره یا اگه مثلا مثل اینا دوم نداره یا ببین مثل اینجا دوم نداره یا دومش خیلی خیلی چیه؟ خیلی کوچولوه این یعنی که روند همچنان چی داره؟ روند همچنان ادامه داره حالا این دوم خیلی کوچولو زیاد مشکلی نداره ولی مهم اینه که دوم چی باشه مهم اینه که دوم یا نداشته باشه یا اون دوم یا دومه خیلی مثلا اینجا مثلا دومه نسبت به بدنه دیگه خیلی چیه دومه نسبت به بدنه خیلی کوچیکه پس وقتی که دوم نسبت به بدنه خیلی کوچیکه یا دوم نداره یعنی اینکه اون اگر کندل سعودی یعنی که ادامه داره افزایش قیمت
اگه کندل نزولیه مثل اینجا، یعنی ادامه داره چی؟ کاهش قیمت. اما این معنیش اینه، یعنی چی؟ یعنی که اگه شما مثلا اینجا تو پوزیشن خرید هستید، خریدتون رو باید چکار کنید؟ نگه دارید. اگه تو پوزیشن فروش هستید باید چکار کنید؟ باید ببندید، قیمت داره بیشتر میشه، باید حواستون باشه. این در مورد بالا پایین. یا برعکسش، یا اگه مثلا شما تو پوزیشن فروش هستید اینجا، این معنیش اینه که پوزیشن فروشتون رو همچنان باید چکار کنید؟ نگه دارید. اگه تو پوزیشن خرید هستید قیمت داره میره پایین، باید ببندید از بازار خارج بشید، چون احتمال داره مثلا اینجا چقدر اومده پایین، خیلی اومده پایین دیگه، مثلا بای تایم فریم 15 دقیقه این زیاده، بای تایم فریم 5 دقیقه 15 دقیقه اینا بای این تایم فریم ما زیاده. ولی اگه مثلا شما تایم فریمتون 1 ساعته بود یا 4 ساعته بود، اون موقع مثلا جریان فرق می‌کرد، ولی برای تایم فریم 5 دقیقه و 15 دقیقه و اینا اون تایم این عددها عدد بزرگ حساب میشن، چون معمولا ما اینا تو اینا اسکالپ می‌کنیم دیگه. خب پس این میشه معنیش چیه؟ معنیش اینه یعنی اگر شما فروش دارید بعد اگه خرید دارید مثلا اینجا، باید همچنان خریدتون رو چیکار کنید؟ حفظ کنید. یا اگه فروش دارید باید فروشتون رو حفظ کنید. تو تایم فریم 1 دقیقه است، چون تو تایم فریم 1 دقیقه میتونید داره شما، یعنی که چی؟ یعنی که از این میتونید تو چیزا هم از این میتونید، به همین دلیل ما میگیم که از این میتونید تو اسکالپینگ استفاده کنید. حالا وقتی که شما مثلا شما اینجا فروختین، خب میخواین که از بازار خارج بشین، وقتی میبینین که اگه به استاپ لاست مثلا، اگه به تیک مثلا اینجا شما تو تایم فریم 1 دقیقه ای اومدید، خب به یه فایده رسیدید، باید به عنوان اسکالپ باید چیکار کنید؟ ازش خارج بشید از بازار. حالا از بازار خارج شدید، یا الان اینجا مثلا تایم فریم ببین شمع نزولی تشکیل شد، شمع نزولی ببینید این شمع دوم این الان چی شده؟ این الان بدون دوم تشکیل شده، یعنی چی؟ یعنی که احتمال نزولی بودنه الان بیشتر از صعودی بودنه، بنابراین ما اینجا با چیکار کنیم؟ باید بفروشیم. پس ما اینجا میتونیم چیکار کنیم؟ اینجا ما میتونیم بفروشیم. همین الان مثلا یه نمونه، مثلا الان دومی که داشتیم، مثلا اینجا میتونیم چیکار کنیم؟ اینجا میتونیم بفروشیم. حالا فروشمون الان فروختیم، تا کی باید نگه داریم؟ و الان میریم الان همین عملا ببینیم، مثلا فرض کنیم اینجا فروختیم، اینو باید تا کی نگه داریم؟ الان نگاه میکنیم که تا کی نگه داریم، فعلا داره میره پایین، باید نگه داریم. اما اگه مثلا، خب یه بحثی هستش، بذارید یه بحثی هستش، اونم بحث اینه که شما چه حجمی فروختین و دارین اسکالپ میکنید یا دارین چیکار میکنید؟ دارین اسکالپ میکنید؟ شما اگه اسکالپ دارین میکنید، خب الان فروختید اینجا، یه حجمی اومده پایین، تا این حدود هم اومد پایین، چقدر اومد پایین؟ الان یو اس جی پی وای از ما 105 57 یا 55 فروختیم، الان 105 ما 105 57 فروختیم، الان 105 52. ما همچنان ما چیکار کردیم؟ همچنان چیکار کردیم؟ چون نگه داشتیم تا فهمیدیم 1 دقیقه است دیگه، نگه داشتیم، الان داره میره پایین، این داره میره پایین و ما اینو همچنان چیکار کردیم؟ نگه داشتیم. این کی ما میتونیم از این خارج بشیم؟ ما زمانی که این شروع کرد به برگشتن، یا زمانی که مثلا یه همچین شمعه مثلا رنگش خاصی، شمع رنگ آبی تشکیل شد، اگه شمع رنگش عوض شد، خب اگه رنگش هم عوض شد، الان اینجا مثلا ببینید این الان میگه که خب اگه اسکالپ کردی میتونی اینجا چیکار کنی؟ میتونی اینجا الان داره برمیگرده، قبل از اینکه برسه به نقطه ای که وارد شدی میتونی چیکار کنی؟ میتونی خارج بشی. حالا تو هر فایده ای که هستش، این حالا ما برای اینکه بتونیم درست استفاده کنیم از این، قبلش گفتیم چی مهمه؟ اینجا من نکته خیلی مهم نوشتم، این نکته کو برای اینکه درست استفاده کنیم، نکته مهم نوشتم که منتظر کندل دوم بدون شمع باشید برای ورود، برای چیز، برای ورود، یعنی کندل شمع دومی، ببین اولی بدون شمع تشکیل، ببینید ما اینجا بهترین حالت برای فروش چیه؟ شما اولین کندل بدون دوم اینجا دیدید، خب بهترین حالت اینه که، بهترین حالت اینه که شما چکار کنید؟ کندل دوم بدون دوم رو هم داشته باشید. وقتی دیدید کندل دوم بدون دوم هم شروع میشه، اون موقع میتونید چکار کنید؟ اون موقع وارد بشید، یا مثلا یه دوم خیلی کوچیک داشت یا دوم نداشت میتونید وارد بشید. نکته ای که وجود داره، ما اینجا توی این صفحه کنم نوشتم، نکته ای که چیه؟ پیش بینی روند صحیح ضروریه. این یعنی چی؟ یعنی که شما الان اگه میخواید از این کندل استیکه توی تایم فریم کوچیک استفاده کنید، اول اصلا باید ببینید که تو تایم فریم بزرگتر روند چیه. الان ما میبینیم تو تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته، میبینیم که تو تایم فریم 1 ساعت و 4 ساعته ما روند خاصی نداریم. الان یو اس جی پی وای هنوز روند، الان تو این ساعتی که الان ما داریم روند نداره، یه روند خونساست. نه سعودی رو میتونه تو تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته اگر نگاه کنید، نه سعودی رو تونسته تایید کنه، نه نزولی رو. بنابراین این الان میتونیم چیکار کنیم؟ اینجا دیگه یه رنج تریده، یه روند، یه اینجا ما باید بر اساس چی معامله کنیم؟ باید ببینیم که خب یک رنج رو مشخص کنیم بر اساس این رنج. خب بیام تو این تایم فریم 1 ساعته، میام یه رنج مشخص می‌کنیم، تو این رنج
این رنجی که بیشتر استفاده شده تو این محدوده، حالا مطمئن تر اینجا. وقتی که می‌بینیم که اینطوری به صورت خونسا داره حرکت می‌کنه، ما می‌بینیم چیکار می‌کنیم، از این رنج استفاده می‌کنیم، از این رنج استفاده می‌کنیم، بعد منتظر می‌شیم می‌بینیم که مثلا کندلا رسید به پایینی، خرید می‌کنیم، رسید به بالایی از بازار خارج می‌شیم. متوجه شدی چی میشه؟ یعنی این میشه چی؟ میشه رنجش. حالا این کلی، این استراتژیتون رو مشخص می‌کنید، کلیت رو. تو این استراتژی کلی که مشخص کردید، پس متوجه می‌شید که اگر اینجا بود، اینجا بود، اگر مثلا اینجا الان ما اینجاییم، خب اینجاییم دیگه، الان با چون ما توی یک روند خونسا هستیم و الان نزدیک اون رنج پایین هستیم، اینجا دیگه سطح خوبی برای فروش نیستش. این محدود بود، منتظر باشیم که تو این محدودها که سیگنال خرید داریم. خب این الان رفت هم شد، برگشت، الان ما داریم چیکار میکنیم؟ اینجا داره برمیگرده بالا، مثلا اینجا اینجا داره چیکار میکنه؟ برمیگرده، رفت از این خط گذشته، حالا در از این خط برمیگرده، از این خطی که خواست برگرده، ما الان اینجا شمع اول بدون دوم سعودی داریم، شمع دوم بدون دوم سعودی هم داریم. اینجا میتونیم چیکار کنیم؟ خرید کنیم. کی از بازار خارج بشیم؟ رسید به این شمع، رسید به این خط بالا، همچنان داره میره. چون روند چیه؟ چون روند خنثاست. ما اینجا میتونیم از این شمع کندل شمعای ایکنوشی و این رنج استفاده کنیم. یا برعکس، الان اینجا رسید، رفت بالاتر، برگشت، شمع دوم بدون دوم تشکیل شده. ما شمع دوم بدون دوم که تشکیل شده چیکار میکنه؟ فروشمون رو انجام میدیم. قاعدتاً ما باید منتظر باشیم که چیکار کنیم؟ منتظر باشیم تو این رنج پایینی خارج بشیم یا تو این محدوده این رنج رو هنوز دیگه این رنج بالا میشه اینجا. باید بین این دو تا رنج فرق کنیم، بین این دو تا رنج خرید فروشمون رو میتونیم انجام بدیم. این در مورد این. حالا اگه ما مثلا بذار یه چیزی پیدا کنیم که روند صعودی یا نزولی داشته باشه، این الان یه نمادی رو بیاریم اینجا که روند داشته باشه، مثلا الان ببینیم چی داریم، طلا رو مثلا روندش قویه، کجاست طلای ما؟ این طلا. خب این الان طلا، این الان طلا تو تایم فریم یک ساعت، ما ببینیم تو تایم فریم کوچیک‌تر مثلا الان ببینید تو طلا در تایم فریم یک ساعته، ببین الان مثلا تایم فریم این تایم فریم 4 ساعته، در تایم فریم 4 ساعته روند چیه؟ کاملا صعودیه. البته الان روند صعودیه چی شده؟ نقص شده. در تایم فریم یک ساعته روند چی شده؟ روند داره میره به سمت نزولی. بنابراین ما باید ببینیم چیکار کنیم تو تایم فریم. الان در واقع اینجا الان ساعتی که هنوز روند درست شکل نگرفته، ببینید شمع هنوز مثلا اینجا بیشتر، الان اینجا بیشتر روند نزولی داره نشون میده تایم فریم یک ساعته. در تایم فریم 30 دقیقه، در تایم فریم 30 دقیقه روند نداریم. خب الان مثلا اینجا تو تایم فریم 5 دقیقه و 15 دقیقه، تو تایم فریم 5 دقیقه و 15 دقیقه با تجربه که خط روند رو کشیدیم، اگه داره زیر این حرکت میکنه، ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم اینجا الان بر اساس اینکه مثلا به این سطوح بالا که اینجا که میرسه، بر اساس اسکالپینگ چیکار کنیم؟ مثلا اینجاها بیایم مثلا تو 260 60 بین 261 تا 62 اینجاها میتونیم چیکار کنیم؟ اگر دیدیم شمع نزولی داره تشکیل میشه به این صورت، میتونیم اینجا چیکار کنیم؟ میتونیم اینجا فروش انجام بدیم. ببینیم شمع نزولی تشکیل میشه. حالا برای اینکه اینو بهتر استفاده کنید، من قبلا یه شاخصه معرفی بهتون کرده بودم. بهترین شاخصه ای که اینجا مثلا حالا تو بحث اسکالپینگ بخواید استفاده کنید برای این چیه؟ CCI. من همیشه گفتم این CCI رو، من CCI رو حتما بهش یه لول 200 و یه دونه لول منفی 200 اضافه کنید. او حالا این 200 و منفی 200 CCI به شما میتونه کمک کنه. اگه وقتی که رفتیم پایین، ببینید وقتی که این مثلا یا رفت بالا، مثلا الان رفته از 200 رفته بالاتر، داره به سمت پایین میاد، یعنی از 200 داره به سمت پایین میاد. اگر همزمانی که ببین الان اینجا 200 داره به سمت پایین میاد، الان اینجا شما باید بفروشید؟ نه. چرا؟ چون شمع بدون دوم تشکیل نشده. اما اینجا از خط 200 داره میاد پایینتر، شمع بدون دوم هم چی شده؟ تشکیل شده. پس بنابراین اینجا شما باید بفروشید. کی از بازار خارج بشید؟ وقتی که این از منفی 200 از زیر منفی 100 داره برمیگرده به سمت بالا. همزمان چه اتفاقی داره میفته؟ همزمان رنگ شمع، یعنی همزمان این شمع داره دوم تشکیل میده. پس بنابراین این الان به شما داره میگه که چیکار کنید. این به شما گفته که اینجا وارد بازار بشید، بخشید. گفته به شما اینجا تو این محدوده وارد بازار بشید، هیکناشی، ببخشید CCI. CCI تو این محدوده میگه از وارد بازار بشید، CCI میگه تو این محدوده از بازار خارج بشید.
هیکناشی چی میگه؟ هیکناشی میگه که تو این محدوده شما وارد بازار بشید، توی این محدوده شما وارد از بازار خارج بشید. خب یعنی بخواید طلا معامله کنید میشه 261 و 50 وارد بشید، 258 مثلا خارج بشید، 61 و 50 میشه 350 پیپ، خدا بده برکت. این میتونید چیکار کنید شما از مثلا از اسکالپینگ به این صورت میتونید چیکار کنید استفاده کنید. یا مثلا الان اینجا اومده دومی داره تشکیل میشه، ببین داره از 200 میاد پایین، الان اینجا شما میتونید چیکار کنید؟ الان شما اینجا میتونید بفروشید، از 200 داره میاد پایین، شمع بدون دوم هم چی شده؟ تشکیل شده، قیمت چنده؟ 2059.80 مثلا. اینجا میتونید شما چیکار کنید؟ اینجا میتونید بفروشید. حالا تو چارت یک دقیقه است، کی باید ببندیم؟ الان ساب میکنیم، میبینیم این الان اومد پایین، اینجاها که اومد ما با چیکار میکنیم؟ میبندیم. یا اینکه استاپ لاسمون رو چیکار میکنیم؟ استاپ لاسمون هم میذاریم توی محدوده بالاترینی که تو چارت داشتیم. این میشه نحوه استفاده از شمعای هیکناشی. خط بالا، آره خط بالا الان اینجا 100، این 200 نیست، من عرض کردم خط 200 یا خط 100 وقتی داره از خط 100 میاد پایین‌تر یا رسیده به 200 داره میره بالاتر، تو اینجا منفی 200. اینجا میتونید شما از این استفاده کنید با توجه به اینکه تو چه حجمی داره استفاده میشه، هم میتونید از خط 100 استفاده کنید، هم از مثبت 100، هم میتونید از منفی 200 استفاده کنید، هم از منفی 100. مهم اینه که تو این محدوده باشه. این به صورت حالت چیش؟ به صورت حالت کلیش. اگه شما ببینید مثلا تو تایم فریم بستگی به تایم فریمتون هم دارید، شما تو تایم فریمی هستید، تایم فریم یک دقیقه هستید، پنج دقیقه هستید، به تایم فریمایی که میرید بستگی دارید. چون وقتی میرید تایم فریم کوچیک‌تر معمولا دیگه حجم تغییرات اونقدر زیاد نیستش که حتما 200 و منفی 200 دیده بشه، ولی اگه شما ببینید تو تایم فریم بزرگتر حتی شما تا منفی 300 و اینا میتونید راحت اینا رو ببینید. این در مورد اون تایم فریمه که اون خط 100 و 300 هم 100 و 200 هم به خاطر اینه. خب ترکیبش رو با سی سی آی هم که خب توضیح دادم، الان ترکیبش با سی سی آی ببینید، عرض کردم خدمتتون. ببینید یکی از اون کار سی سی آی، هیکناشی، شما میتونید برای اگه میخواید اسکالپینگ استفاده کنید از سی سی آی هیکناشی میتونید اینطوری استفاده کنید، یعنی از خط بالا داره میاد به سمت پایین، سی سی آی به شما سیگنال فروش داره میده و همزمان شما کندل چی دارید؟ شما همزمان کندل قرمز دارید یا کندل نزولی دارید که دم بالا نداره، یعنی از بالا داره میاد پایین ولی شما هم دم بالا ندارید. میتونید چیکار کنید؟ میتونید توی محدوده فروش کنید. حالا کی میتونید برگردید؟ زمانی که سی‌سی‌آی داره سیگنال برگشت میده، اگه سی‌سی‌آی شروع کرد به سیگنال برگشت دادن و شما اینجوری که خب هیکناشی هم داره رنگ شمع عوض میشه یا شمع رنگش عوض نشده ولی شمع با دوم داره تشکیل میده، مثلا اینجا شمع عوض نشده اما شمع چی داره؟ شمع دوم داره، این شمع با دوم شده. یا اینجا مثلا اگه خرید کردید، ببین اینجا مثلا سیگنال خرید داده، شما اینجا خرید کردید، هیکناشی گفته خرید کنید، شما اینجا هیکناشی سیگنال خرید داده، در اینجا اینجا گفته که هیکناشی داره میره بالا، سیگنال خرید داده، اینجا هنوز نه، اینجا داره سیگنال خرید داره میده، هیکناشی داره سیگنال خرید میده، همزمان که هیکناشی داره سیگنال خرید میده شما چیکار کردین؟ شمع رو اینجا شما میبینید که شمع سعودی داره تشکیل میده بدون دوم پشت سر هم. شما اینجا مثلا میتونستید چیکار کنید؟ اینجا میتونستید وارد بشید، اینجا چیکار کنید؟ در بازار خارج بشید، به خاطر اینکه چی شده؟ شمع داره بدون دوم، شمع بدون دوم داره تبدیل میشه با شمع دومدار، اینجا میتونستید چیکار کنید؟ در بازار خارج بشین. هم تو اسکالپینگ این دوتا میتونه، این دوتا ترکیب این دوتا با هم میتونه کمکتون کنه. اما برای اونایی که روند معامله میکنن، حالا ما اسکالپینگ رو گفتیم، حالا برای کوتاه مدت رو گفتیم، حالا برای بلند مدت، برای اونایی که بلند مدت معامله میکنن، در معاملات بلند مدت نکته‌ای که باید توجه داشته باشی، درس کردم که هیکناشی، شمعای هیکناشی برای دوتا چیز خوب استفاده میشه، یکی برای معاملات کوتاه مدت مثل اسکالپینگ، یکی دیگه از استفاده هاش برای معاملات دراز مدته. یعنی چی؟ یعنی معاملاتی که شما مثلا باز میکنید برای چند ماه، معاملاتی که شما باز میکنید برای دو هفته، سه هفته، برای یک ماه، برای دو ماه، معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که ما داریم. ببین الان مثلا شما اگه مثلا معاملات دراز مدت مثلا چند ماهه دارید، سالانه دارید، من اینجا الان به شما الان شمعای کناشی اینجا رو 1380 دلار، 1305 بین 1350 و 1380 دلار به شما سیگنال خرید داده.
اینجا گفته احتمال داره چیکار بشه؟ احتمال داره روند برگرده روی چند 1550، ولی دوباره اگه شما اینجا مثلا فروخته بودید، اینجا خرید کرده بودید، اینجا احتمال داشت از بازار خارج بشید، چون احتمال سیگنال برگشت فرمیده. اما دوباره چی شده؟ دوباره اینجا میتونست دوباره به شما سیگنال خرید بده، دوباره روی چند، روی 1550 خارج شدید، دوباره روی 1600 به شما سیگنال خرید داده. روی 1600 وارد شدید، همچنان سیگنال خریدتون رو میتونستید حفظ کنید و الان هم شده 2000. این برای روندهای بلند مدت استفاده میکنه. یا اینجا مثلا تو روند تو 1350 به شما گفته فروش، 1230 گفته که چی میشه؟ 1220 1230 گفته که روند داره عوض میشه. اینجا اگر فروش کردی از بازار خارج شو. متوجه شدید؟ یا مثلا رو 1230 به شما سیگنال خرید داده، رو 1300 به شما گفته بازار خارج شو. احتمال تغییر روند هست. دوباره رو 1300 به شما 1300 1350 سیگنال خرید داده تا 1500، دوباره 1500 1600 به شما سیگنال خرید داده تا 2050. اینم برای معاملات روند های برای معاملاتی که چطوری میتونید توی دراز مدت استفاده کنید. خب تو دراز مدت از چیز خاصی نمیخواد استفاده کنید. تو معاملات دراز مدت معاملات دراز مدت بهتره که فاندامنتال رو باش ترکیب کنید تا تکنیکال. تو معاملات دراز مدت وقتی معامله میشه دراز مدت، شاخصهای فنی اولویت دومن و اولویت اول میره تحلیل فاندامنتال. برای خروج تغییر برای موقع اسکال، برای خروج تغییر رنگ شمع اولویت داره یا شمع دمدار؟ معمولا وقتی شمع اگر تغییر رنگ بده اطمینان بیشتری به شما میده، ولی خب شمع دمدار اگه میخواید اسکال انجام بدید، برای اینکه ریسکتون رو پایین‌تر بیارید میتونید از شمع دمدار، برای اینکه ریسک کمتری داشته باشید، حجم میزان ریسکتون بنگ میزان ریسکتون رو بیارید پایین‌تر، میتونید از شمع دمدار استفاده کنید. این صرفا میزان ریسکتون رو میاره پایین‌تر. این در مورد این. خب سوال دیگه‌ای دارید بچه‌ها؟ اگه سوال دیگه‌ای دارید بفرمایید، من در خدمتتون هستم. اگر سوال دیگه‌ای ندارید، وبینارهای هفته آینده ما در مورد RSI و استوکاستیک و دیمارکر صحبت می‌کنیم، سه تا شاخصه که میتونیم ببینیم چیا هستن و ترکیبشون با هم دیگه چی میشه. هفته بعد از اون در مورد نمودار رنکو و اون چیزایی که در مورد رنکو باید بدونیم صحبت میکنیم، و هفته آخر ماه آگوست هم در مورد این که این هفته اول ماه آگوست هستیم، هفته آخر ماه آگوست هم که در مورد نحوه تجارت با تجارت طلا صحبت میکنیم. برای معاملات بلند مدت هفتگی هم میشه استفاده کرد. عرض کردم آقای احسان، همون اولش عرض کردم که برای دو تا معامله، برای دو جور استفاده داره، یکی برای اسکالپینگ، یکی هم برای معاملات دراز مدت. این کلا استفاده اصلی هیکناشی، یکی معاملات خیلی کوتاه مدت چیز اسکالپینگ، یکی هم معاملات دراز مدت هفت رو چهار هفتگی و سالانه و اینا میتونید استفاده کنید. فایل پی دی اف کجاست؟ فایل پی دی اف رو روز دوشنبه بچه ها رو کانال تلگرام میذارد. میدونید که فایل پی دی اف رو از رو کانال تلگرام روز دوشنبه بردارید. ویدیوش هم رو کانال یوتیوب گذاشته میشه روز دوشنبه، همین رو کانال تلگرام، هم لینک یوتیوب هم فایل پی دی اف براتون قابل دسترس خواهد بود. خیلی خب، امیدوارم که استفاده کرده باشید بچه‌ها. چون الان که شما اینو ببندید، چارت که ببندید، صفحه که ببندید، یه صفحه باز میشه هم نظرسنجی. لطفا نظرتون رو بنویسید، نظرتون اونجا نوشتید، هم چیز کنید، هم نظرتون رو بنویسید، هم پیشنهاداتون رو برای چیز بنویسید. یعنی بعد از تو این چیز، نه توی این چارت اینجا، نه برای اینکه اینجا نمیمونه، توی وقتی که میبندید یک صفحه‌ای که باز میشه از شما نظرسنجی میشه. پیشنهاداتون رو برای موضوعهای هفته‌های آینده اونجا بنویسید که اونجا ما بتونیم چیکار کنیم، اونجا ما بتونیم که برای موضوعات ماه‌های آینده بخوایم مشخص کنیم، نظرتون رو بدونیم. البته من از نظرهای قبلی استفاده کردم، موضوعات ماه سپتامبر رو مشخص کردیم که روز دوشنبه میاد روی سایت. موضوعهای ماه سپتامبر روز دوشنبه میاد روی سایت. موضوعایی که برای ماه شما دارید، برای ماهای بعد از اون دارید، یا برای هفتهایی که تو برای وبینار و غیره اینا داریم، شما میتونید موضوعاتون رو چک کنید روی همین صفحه که بستیم، اونجا بنویسید که بمونه. پیشنهادم پیش بینی برای NFP، من صبح قبل از که وبینار شروع بشه یه مقاله نوشتم در مورد بازار کالاها و NFP. اونجا در مورد کلیت NFP هم توضیح دادم، در مورد تاثیرش رو بازار کالا مثل نفت و نقره و اینا توضیح دادم، رو سایت هستش، اونو بخونید.
دیگه آیدی کانال، آیدی کانال هم آیدی کانال اینجا هستش، این آیدی کانال، کانال تلگرام چیز، کانال تلگرام هات فارکس اینجا هستش، اینجا میتونید اینجا یادداشت کنید، نگاه کنید هات فارکس، هات فارکس ایران چنل، اینو میتونید استفاده کنید. این اینم در مورد این. خیلی خوب، یا حق بچه‌ها و روز دوشنبه ساعت 5، معمولا دوشنبه ساعت 5 تحلیل لایو بازار داریم و یوتیوب، تو اونجا میتونم در خدمتتون باشم. خدا نگهدارتون.